سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. ادامه نگرانی ها از وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان در روز جهانی حقوق بشر. چرا با گذشت هر روز انتقادهای داخلی و بیرونی بیشتر می شود؟ در تازه ترین مورد هم نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در روز جهانی حقوق بشر گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان وخیم است. به گفته یونما، افغانستان با تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران قرار دارد. یونما از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای یک آینده با ثبات صلح‌آمیز و مرفع برای افغانستان بپذیرد و از آن حمایت کند. این در حال است که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده که حکومت سرپرست تعهد قانونی و مسئولیت در قبال همه شهروندان افغانستان و حمایت از حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان و دختران دارد. این در حال است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است و جهان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. در سوی دیگر، نماینده ویژه بریتانیا در امور خاورمیانه برای بحث روی مسائل افغانستان به ویژه حقوق بشر به قطر سفر کرده است. حال پرسش این است که چرا با وجود تامین امنیت وضعیت حقوق بشری همچنان وخیم است؟ ناقضین حقوق بشر کی هاند؟ حکومت سرپرست تاکید دارد که حقوق مردم تامین است. پس چرا جهان از نقص حقوق بشری سخن میزند؟ بسته ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه ها در بیش از 2 سال گذشته بیانگری چیست؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هریک بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، عبدالشکور صبوری، رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی های افغانستان و شیراقا روحانی، استاد دانشگاه، با ما در این برنامه در این بحث هستند. مهمانان عزیز، تشکر که به بحث حاضر شدید. بحث را با آقای دهزاد آغاز میکنم که آقای دهزاد، چرا با وجود تامین امنیت وضعیت حقوق بشری همچنان وخیم است؟ بله، این نتیجه یافته های آقای ریچارد بنت و تیم کاریشان که باعث گزارشگر حقوق بشر افغانستان از جانب ملل متحد است، اونا گزارش را که در 2 ماه قبل، ببخشید 1 ماه قبل ارائه کردن و به اساس فیصله ای که شورای امنیت ملل متحد کرده بود بر اونا وظیفه داده بود، اونا با ارزیابی بسیار وسیع، گزارش بسیار مکمل و وسیعی را بر بنیاد فاکتا دوباره به شورای امنیت ارائه کرد و تعداد فاکتا با کسایی که از جانب حکومت طالبا آسیب دیده بودند یا قربانی اعمال ضد حقوق بشری شده بودند، با نام، با منطقه، با زمان همیشه ارائه شده، این فاکتور بوده. و از جانب دیگه شما معلوم است که از 2 سال گذشته، که 2 سال انمایی که حکومت طالبا در قدرت هستند، مسئله تعرض به آزادی های مردم، تعرض به آزادی های ژورنالیستیک، سلب حق آزادی بیان، بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران و زنان، سلب حق کار تعداد زنان که قبلا در ادارات دولتی من جمله دستگاه های عدلی و قضایی بودند، اونا از کار برکنار شدن، معاش ندارن و در زندگی فوق العاده فقیرانه زندگی میکنن. همچنان مسئله زندانی کردن کسانی که به نام فعالان حقوق بشر بودند، امروز در زندان هستند، زندانی ساختن و شکنجه زنان و دختران که به اشکال مختلف در میدیای جهانی انعکاس پیدا میکنند و اخیراً که ما شنیدیم از طریق رسانه ها که 2 خانمی که در زندان هستند، اونا نسبت حالت وخیم روانی و فیزیکی به شفاخانه انتقال داده شدند، نه تنها که خودشان زندانی بله. شدند، بلکه آقای دهزاد، حالا همسرشان. اینا کلش واقعیات است که مسئله حقوق بشر را وخیم تعریف میکنه و همینطور هم هست متاسفانه. بسیار خوب آقای دهزاد، حالا آقای بنتان پرداخته به این جزئیات را که شما اشاره کردین، حالا حقوق بشری همواره در افغانستان برای جهان و همچنان کشورهای
غربی مهم شده و وضعیت چرا حالا بهبود پیدا نمیشه؟ طی 2 سال یا بیشتر از او همواره از نقض حقوق بشری در افغانستان یاد شده. حالا چرا بهبود نمییابه و مشکل در کجاست؟ خب یکی مشکل کشورهای لیبرال و غربی که به نام کشورهای دموکرات هستند، اونا متاسفانه ای دست بود مختلف ببینیم، به خاطر که کشورها خودشان در سالهای اخیر ناقضین بسیار واضح حقوق بشر در خارج از سرحدات خودشان بودند. جرایم شدید جنگی، نقض حقوق بشر به شکل شدید و وخیمش که در فلسطین واقع میشه، در غزه، در کشورهای مختلف، من جمله افغانستان، خودش 45 سال قربانی نقض حقوق بشر بوده که در خیلی خوب. مقطاعهای حالا مختلف، آقای در بهزاد، زیر رژیم‌های ناقضین مختلف چرا صورت حالا داد گرفته. از حقوق بشری و نقض حقوق بشری در افغانستان میزنه؟ قسمی که شما گفتین و قسمی که در غزه جریان داره و قسمی که خودتان هم تاکید کردین به این مورد. بله، ببینید، کشورهای جهان بخصوص در بخش از توافقنامه های خود دوحه که در مورد افغانستان بوده، کشورهای غربی تاکید سر چند مسئله دارند و این یک مسائل بسیار خط قرمز یا خط سرخ است برای کشورهای غربی، به خاطر از اینکه افغانستان خودش یک کشور جزء جامعه جهانی است، با وجود از اینکه حکومت طالبان فعلا در محدودیت روابط سیاسی و بین المللی قرار دارند، اما جهان که شامل کشورها هستند، شامل نهادهای بین المللی هستند، اونا میخواهند که حقوق حقیقی انسانها بر افغانستان تأمین شود، تضمین شود و به او تمکین صورت بگیرد. و این حقوق نه تنها که در لفظ باید باشه، بلکه بر بنیاد موجودیت یک قانون که عمدتا در شرایط فعلی میتونه که یک قانون موقت بتونه این تضمین ها را به وجود بیاره، تأمین بکنه، یک مسئله ضروری است. و شما میبینید که در افغانستان جنایاتی که صورت میگیره، واقعاتی که مبنی بر نقض حقوق بشر، جرایم جنگی و همچنان جرایم علیه بشریت است، در شرایط فعلی وخیمترین حالت است که در 2 سال افغانستان تداوم پیدا کرده و به این ترتیب این کشورها مراتب تشویش بزرگ خود را از طریق سیاست خارجی خود و همچنان از طریق سازمان ملل متحد بیان میکنند. و متاسفانه که این یک مسئله نه تنها افغانستان باعث یک کشور است، بلکه یک مسئله جهانی در مورد نقض حقوق بشر است که متاسفانه وخامتش در حد بالا است فعلا. تشکر، سپاس دهزاد صاحب. آقای صبوری، حالا تعریف از امنیت شده، ولی در کنارش همواره از نقض حقوق بشری در افغانستان یاد شده و همواره انگشت انتقاد به طرف افغانستان است و حکومت سرپرست که نقض حقوق بشری را در حال حاضر انجام میده. چرا با وجود از اینکه امنیت بهتر شده و اشارات جهان به او داره برای بهبودی امنیت در افغانستان، ولی همواره متهم میشه حکومت سرپرست به نقض حقوق بشری؟ اولتر از همه به شما سلام عرض میکنم، به مهمان عزیز و به تمام بینندگان تلویزیون نور. ببینید، یک نکته بسیار مهم بسوی است که سازمان ملل وظیفه بنیادی و اساسیش و به هدف اساسی چرا این سازمان تاسیس شد همی بود که دیگه ظلم و تاریکی و وحشتی که در قرون گذشته بالای انسان ها صورت گرفت و تفاوت انسان هایی که انسان نخبه، انسان عادی و انسان های نمی فهم کلاس مابین و غیری باید کاهش بیابه و به شکل تدریجی باید انسان ها امو حقوق بسایی حقوق کس از باید برخوردار شوند. و وظیفه با درک ای اصل تاسیس این سازمان، اینا وظیفه خود اجرا میکنن نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورها اینا نقاط و فکتایی که در اوج حقوق انسان ها به حد تنزیلش یا نازل پیدا میکنه و یا ای که سود میکنه دیره اینا مورد ارزیابی قرار میتن. مثلا شما سعی کنید در اروپا هم بعض اوقاتی که قوانین مهاجرت سخت میشه و برخلاف حقوق بشری میشه سازمان ملل انتقاد میگیرن. یعنی به این معناست که این راپورها و این ارزیابی ها تنها شامل حال افغانستان نیست، شامل حال بسیاری از کشورها هست و ما نمیتونیم بگیم که تنها شامل حال افغانستان است. یک موضوع. و آمدیم موضوع دیگه، شما سوال کردین که امنیت در افغانستان تأمین است ولی چرا تا هنوز داده از نقص حقوق بشری صورت بگیره. ببینید، ما در افغانستان کلمه امنیت تنها یک چیز تعریف میکنیم و اوی که امنیت فیزیکی، در حالی که امنیت یک بعد بسیار وسیع داره
ما اگر بگوییم که امن و نظم عامه، ما در تحت اصطلاح امن و نظم عامه ما میتونیم خدمات دولتی، موضوعات اقتصادی. آقای صبوری، همین حرف را یونما و سازمان ملل هم گفته که امنیت بهتر است، ولی نقض حقوق بشری جریان دارد. ما امین هم یعنیم انال امین در حساب حقوق بشر ما اگر یک بار بخاطر ازی که یک چک کنیم که این راپور چقدر دقت داره و وضعیت واقعا در افغانستان از بعد حقوق بشری وخیم است یا خیر، ببینید ما امروز استنتاق فراقانونی در افغانستان شاهدش هستیم. یک نه دو نه سه نه بسطا قضیه روزانه. یک دو ما تعقیب عدلی و قضایی فراتر از قانون و بدون از اینکه ارگان مسئول باشه توسط اشخاص مختلف میبینیم که از شهر اشخاص برداشته میشه، از ادارات برداشته میشه و از اینا استنتاق و تعقیب عدلی قضا صورت میگیره و هیچ قانون روشن وجود نداره که او شخص متضرر بدانه که خود تقصیر ما چی است و ما از کدام حقوق برخوردار هستم و چگونه من میتونم از خود از دولت خود از بی‌عدالتی دفاع بکنم. و یکی ما شما سعی کنیم خفت صدا در افغانستان یا انتقادها به شکل سیستماتیک موجود هست. این موضوع دیگه است که واقعا در افغانستان امروز جریان داره، یا مجبور ساختن یک کشور خاص به خاطر رفتن به خارج، این خودش امروز به شکل سیستماتیک در افغانستان وجود داره. بلند با درک تمام این واقعیاتی که امروز در افغانستان وجود داره و هدف از او هم شاید به احتمال زیاد همی باشه که حاکمیت تک فکری در افغانستان باید ادامه پیدا کنه و ثبات خود حاصل کنه، این خود باشه با تأسی از تمام حقایقی که امروز در افغانستان جریان داره، ما میتونیم گفته که ایراپور واقع بینانه هست و ایراپور ما نمیتونیم بگیم که ایراپور غیر عادلانه است. خیلی خوب، در حال حاضر آیا در افغانستان نقض حقوق بشری هست؟ مطلقا چیزی که ما به شما گفتم همین چیزی وجود داره، استنتاق فراقانونی، تعقیب عدلی و قضایی فراقانونی موجود هست، اجبار تعداد اشخاص خاص اشخاص به خاطر رفتن به خارج، خفت صدا و انتقادها در افغانستان موجود است، فعالیت های سیاسی و ساختارهای سیاسی در اسپنگ بردنش خودش موضوعات است که کلش مرتبط با موضوعات حقوق بشری است و در افغانستان جریان داره و مطلقا در افغانستان وضعیت حقوق بشری یک حالت وخامت خود به سر میبره. بله، حکومت سرپرست آقای صبوری تاکید داره که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و نقض حقوق بشری جریان نداره. حالا این بیانگر چی است؟ ببینید اکتفا کردن تنها بر بیانیه ها و یا به این موضوعاتی که یا موضوعات مداخله و یا این که تأمین است، من فکر می کنم که بسیار بسیار غیر عادلانه است، بخصوص در حق انسانایی که در داخل افغانستان است. این بیانیه ها را حکومت های مختلف صادر کرده و امروز طالبان هم صادر میکنن. ببینید حقوق زن، ما از نگاه شرعی ببینیم زن چی حقوقی داره و آیا واقعا تامین است یا خیر. ما حقوق زن اگر در کشورهای دیگر اسلامی ببینیم و با او افغانستان رو مقایسه کنیم و افغانستان هم یک کشور اسلامی است مانند دیگر کشورهای اسلامی، باز ما فرق ها رو میبینیم. شما ببینید یک مقیاس معیار و یک مکانیزم را اگر ما دیجا تعریف بکنیم، بخصوص طالبان که امروز حاکمیت به دستش است و به تاثیر از او، ما ببینیم که واقعا حقوق زن در اوج رعایت میشه، حقوق انسان در اوج رعایت میشه. بعد ما فکر میکنیم خود طالب به این نتیجه میرسه که بله، ما تنها و تنها بیانیه اصدار میکنیم به خاطر ازی که ما اظهارات جوانب مختلف را نفی بکنیم، ولی در حقیقت واقعا حقوق نه زن رعایت است و نه بشر در افغانستان امروز رعایت میشه. ممنون آقای صبوری، تشکر. آقای روحانی، حالا یونما و همچنان آقای صبوری و آقای دهزاد میگه که نقض گسترده حقوق بشری در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. تحلیل شما چی است حالا که شما در افغانستان هستید و به عنوان یک فرد که استاد دانشگاه هستین؟ آیا نقض حقوق بشری قسمی که جهان و همچنان آقای صبوری و دهزاد اشاره میکنه در حال حاضر در افغانستان وجود دارد؟ نحمده و نصلی علی رسول الکریم و علیه و اصحابه اجمعین. سلام بر شما، علیکم سلام. دو میمان محترم شما و بیننده های عزیز. حقوق بشر، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم و هی حقوقی که به نفع همه بشر است به نفع ما هم است. آمدیم روی ازی که تحلیل سازمان ملل متحد از حقوق بشر در افغانستان چیست و ما دید ما در ایز چیز، باید روی ازی یکم رو تمرکز بکنیم. افغانستان هم در زمان جمهوریت، هم قبل از جمهوریت و بعد از داوود خان، در مجموع نقض حقوق بشری در افغانستان موجود بوده، اما سر صدا ازی بالا شده به خاطر ازی که قوانین در سطح ملی ضمانت اجراش قوی تر از قوانین در عرصه بین المللی است. در عرصه بین المللی ضمانت اجرای قوانین کم است.
هر جایی که مثلا قدرت های بزرگ رفتن فقط که منافعشان ایجاب میکرده رفتن، مگم حقوق بشری رو عنوان کردن. مثلا امریکا آمد در افغانستان بسیار نقض حقوق بشر کرد به شمول متحدینش، آمریکا رفت در عراق نقض حقوق بشر کرد، آمریکا در سوریه نقض حقوق بشر کرد، آمریکا در لیبیا نقض حقوق بشر کرد، فعلا روسا در اوکراین نقض حقوق بشر میکنن، جرایم جنگی مرتکب میشن. مثلا فعلا آمریکا و اسرائیل مستقیما در غزه هر چهار موردی را که جرایم ضد بشری حساب میکنن هر چهار موضوع مرتکب میشن، جرایم جنگی را انجام میدن، جنایت علیه بشریت انجام میدن، نسل کشی را انجام میدن، جنایت تجاوز هم انجام میدن. مگر به خاطر از این که قوانین بین المللی ضمانت اجرای ضعیف داره، به می خاطر روی این قدرت های بزرگ اعمال نمیشه. در افغانستان هم حقوق بشر در هیچ کشور نیست که نقض حقوق بشر موجود نباشه، مگم ایر به عنوان یک سلاح یا حربی علیه تهدید و حاکمیت دولت ها قدرت های بزرگ با پیش میبرند. ما هدف ما به ایست که ما در افغانستان که هستیم امی که حقوق بشر امی 30 مورد که سازمان ملل متحد 30 مادر گرفته، حق حیات است، حق آزادی است، حق کار است، حق مسکن است، حق تعلیم است، حق انتخاب کردن و کاندیدا شدن است و همین حقوق 30 مورد که گرفته بسیار کم جاش با شریعت اسلامی در تقابل قرار داره. این به این مفهومی که هم حقوق ماست هم حقوق دیگر انسان است. جایش که با شریعت در تقابل است، جایی که در شریعت اسلامی در تقابل قرار داره، او رمو خود قوانین بین الملل به ما اجازه داده که مطابق عقل شرط باید از ما داخل شویم، معاهده رو بپذیریم. یک مشکلی که فعلا افغانا دارن، فشارهای زیاده که روی امارت اسلامی اعمال میشه، فشار عدم مقبولیت بین المللی نظام است. فعلا اینا رفتن در قطر با امارت اسلامی گفتگو کردن، مواد و قطعنامه را ساختن، امضا کردن، امارت اسلامی آمد قدرت در افغانستان گرفت و امریکا از افغانستان خارج شد. بناهن چرا وقتی که معاهده را امضا کردی، وقتی که خواستی که نظام افغانستان به دست امارت اسلامی باشه، چرا این امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسی؟ چرا ملل متحد کرسی افغانستان به دسترس از قرار نمیده؟ چوری کشورهایی که منادی و حقوق بشر است نماینده های یا دیپلمات های افغانستان نمیپذیرن. زمان ما مردم افغانستان از این مشکلات دور میریم که یک، امارت اسلامی با مجموع افغان هایی که تابعیت خارجی ندارن و سیاسیون، باید از یک وحدت در کشور به وجود بیاریم، یک قانون اساسی که جوابگو به همه گپ ما باشه و جوابگو به قدرت باشه باید از بسازیم، نظام سیاسی رو باید از قانونمند بسازیم و راه پیدا کنیم که ما در افغانستان عدالت اجتماعی را، عدالت محاکماتی را، کل چیز از سر مردم خود تطبیق کنیم و سر خود هم تطبیق کنیم. شکر. این وقتی است که ما میریم به سعادت میرسیم. یک دقیقه با معذرت. خیلی کوتاه. اگر ما زمینه یک قانونمندی درستی را در افغانستان مساعد نسازیم، هر وقت امکان داره که ما بریم به بحران مشکلات و توان ما رو نرسه که بحران مشکلات حل کنیم. ملو. و یکی از ارزش ها و امنیت ملی است که دولت باید از قادر باشه بحران ها رو که زمانی که ایجاد میشه دفعتاً باید از مرفوع بسازه. در افغانستان ما به این مشکلات مواجه هستیم. یک گپ آخری میزنم، او چیزی رو که ایجاب میکنه که هنجارها رو مطابق به لیبرال دموکراسی سر ما تطبیق کنه، جامعه افغانستان به فعلا نمیپذیره، باید از راه های بومی رو در پیش بگیریم. ممنون، برمیگردیم با شما. آقای دهزاد، حالا همواره تاکید شده و حکومت سرپرست همواره گفته که حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی حالا تأمین است و در مورد در مکاتب و دانشگاه گفته تا مدت کوتاه به طور حالا اصلاحات به تعطیل است. حالا چرا جهان همواره تاکید بری داره که نقض حقوق بشری در افغانستان در حال گسترده انجام میشه؟
تشکر. ما میخواستم سر یک مسئله که بیشتر شما مطرح کردیم، مسئله امنیت را مطرح کردیم. طبعا که امنیت فیزیکی که جنگ نباشه، راگیری نباشه، انفجار نباشه، در مساجد انفجار نباشه، این کمال آرزومندی هر فرد افغانستان و آرزومندی هر طبعه افغانستان که در بیرون خارج افغانستان اصلا است. اما امنیت مربوط میشه به دو موضوع بسیار اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در متن اولینه که در سال 1989 در مورد حقوق بشر مطرح شد، مسئله حق تبعیض و حق آزادی است. این دو مسئله بسیار مهم و اساس است و بر اساس این دو موضوع خود جوانب کنونسیون بین‌المللی سال 1948 سازمان ملل متحد توزیع شده و با چیز به این ترتیب. ببینین حکومت طالبان هر روز در حالت انکار هستند، اما ما میخواهیم که باعث یک حقوقدان، باعث یک شهروند افغانستان، به یک انسان که احساس بسیار قوی احساسی با وطن خود، با قریه خود، با مردم خود دارم، ما میخواهیم از طالبان بپرسم که اگر میگن که حقوق زنان تأمین است، شما با نقش زن، حیثیت زن در خانواده های خودتان ببینین که چگونه برخورد میکنن با زن. ما ادعیج مثال های زیاد داریم از لحاظ اجتماعی، بعض از این مربوط میشه به مسائل کلتوری، کلتوری که مانده در دهات افغانستان است، متاسفانه تا حد است که زنان اطفال حیوانان میگن، نمیگن که زن چیز. اما مسئله شهروندی در این است که زن جایگاه خود را از لحاظ استعداد، از لحاظ توانایی های فکری، توانایی جسمانی باید بکار برد. زن میتونه حکومت ها را رهبری کنه، اما شما دو سال رشد انکشاف تعلیمی، روانی و جسمانی دختران محدود نگاه کردین و حسین که از بعد از 10 سال شخصیت جوان ها تکمیل میشه از لحاظ رشد انکشاف روانی و جسمانی طفل، شما این در خانه ها زندانی کردین 2 سال و اند ماهی که قریب به 2.5 سال است، این هیچگاه توجیه شده نمیتونه. من از طالبان تقاضا میکنم که امی که میگن که حقوق زنان تامین است، زن تنها مادر خوب نیست، زن تنها عروس خوب نیست، زن تنها دختر خوب نیست. زن بیش از 50% نفوس افغانستان را تشکیل میده و اینا حق دارن که در جامعه هر گونه امکانات جسمانی و روانی خود را، استعداد خود را، توانی های خود را به کار ببره و این زمینه برش وجود داشته باشه. این زمینه نیست. امروز طالب ها بر علاوه که مکاتب دانشگاه ها را بسته کردن، شما میبینین که یک بخشی که من آگاهی بسیار دقیق دارم، سارانوالای زن شما از وظایف جواب میدین دزگاه وجود نداره. شما زنها را توسط مردها در شکنجه میتین در داخل زندان ها. این کدام امو گپ کدام افغانستان است که ما با یک زن چنین برخورد میکنیم؟ آیا زن را که ما میگیم حیثیت برش قائل هستیم با چنین اعانت ها؟ امروز زن ها در دفاتر کار میکنن به نام صدا نمیشن، همشان هم به نام خاله میگن. ببینین در اینجا کلتور، فرهنگ برخورد با زن، با حق شهروندی زن، با حق طبیعی زن و با حق آزادی زن باید در اینجا برخورد صورت بگیره. به این خاطر امنیت با مسئولیت، امنیت با تضمین های قانونی، با احترام گذاشتن به حق فامیل. شما وقتی که در یک فامیل میرین، طفلا را میترسانین، با سلاحایتان میرین یک خانه را تلاشی میکنین، اینجا مسئولیت نیست، آزادی نیست، حق نیست. به خاطر از اینکه شما پرنسیب های اساسی حقوق جزایی در ارتباط با تعقیب مسائل جزایی در نظر ندارین و هم قانون وجود نداره که این مسائل را تطبیق بکنه. به این خاطر ما میخوایم با مثال های زنده بگیم که شما کدام حق دادین بزن. تشکر. بلکه حقوق گرفته شده، متاسفانه این واقعیت های تلخ است. سپاس. آقای صبوری یونما از حکومت سرپرست خواسته که تعهدات حقوق بشر به عنوان یک سنگ بنای یک آینده باثبات و صلح‌آمیز حالا بپذیره. فکر میکنین که حالا اگر حقوق بشر رعایت شود و همواره نقض نشود در افغانستان، قسمی که به او
غرب پرداخته، افغانستان یا حکومت سرپرست به رسمیت شناخته خواهد شد و مورد قبول جهان خواهد شد؟ من فکر می کنم افغانستان با بحران زیاد مواجه است و تعداد مشکلاتی که افغانستان داره که به بحران بسیار عظیم تبدیل شده بسیار زیاد است، ولی یکی از بحران اساسی که واقعا او به سازمان ملل بسیار ارزش داره و حقوق انسان و حقوق بشری است. زمانی که انسان ها از حقوق خود برخوردار بشه، اونا رشد تکامل اجتماعی را تعیین میکنن و نهایتا اونا در یک حد میرسن، یک ظرفیت را حاصل میکنن که اونا به خود یک زندگی انسانی که با مقبولیت انسانی مزین باشه او را نهایتا به خود تنظیم کنند. و این یک نکته و یک فکت بسیار اساسی است. اگر طالبا قرار باشه که حقوق بشر در صدر کاری خود قرار بده و این اساس پالیسی خود بخصوص سیاست داخلی خود انتخاب بکنند، به نظر من یک نوید نیک است. به معنای ازی است که طالب اول خودش یک مسیر انسانی را و مسیر انسانسازی جامعه افغانی را انتخاب میکنند که یک نوید بسیار خوب برای تمام جوانب سیاسی و افغان ها خود بود و در این زمان به مردم افغانستان خود بود و یک کلید رای حل به نظر من است، چون یک فکت بسیار اساسی است. ولی من بعید می دارم که طالب به این خواست تمکین کنه. علت اساسیش ای است که طالب حراس داره، طالب نکرده تا فلحاله، طالب در فضای سیاسی افغانستان هنوز شامل نبوده، طالب از کدرهای سیاسی برخورد، طالب که حاکمیت باید به تأثیر از علایق مردم صورت بگیره. به این خاطر این مرحله تکامل طالبانی فکر میکنم تاها دوام میکنه. به این خاطر فکر میکنم رای حل به خاطر مشروعیت حاکمیت در افغانستان در سطح ملی و بین المللی امی است که طالب خود مدغم بسازه و کترهایی که موجود است که اونا از ظرفیت های برخوردار هستند که استاندارد های دنیای امروزی را میدارن، با اونا خود مدغم بسازن، مشترک کار بکنن تا افغانستان از این بحران بره. قسمی که ما به شما در ابتدا گفتم تعداد مشکلات افغانستان بسیار بسیار زیاد است. ما بحران افغانستان تنها بحران دو سال طالب نیست، بحران افغانستان ریشه از دوران سقوط ظاهرشاه و هم در دوران ظاهرشاه حتی است که کارهای ساختاری که باید صورت میگرفت تا جامعه در حد میرسید و یا ظرفیت را به شکل کتلوی پیدا میکرد که ثبات سیاسی متداوم را در افغانستان تضمین میکرد، جامعه آسیب پذیر است. به این خاطر ولی بازم برات میگم که سنگ بنا و تهداب امی است که حقوق بشری در افغانستان بجز از موادات 21 مادی حقوق بشری که است که 3 مادی از اون افغانستان قبول نکرده و امضا هم نکرده، که یکی از جمله آزادی ادیان است که من میدانم و او درک جامعه جهانی و حتی سازمان ملل هم داره، بسیاری از کشور امضا نکرده، ضرور نیست که طالب اون موادات قبول بکنه. ولی موادات 8 ماده دیگه که هیچ تقابل با شریعت اسلام نداره، با ارزش‌های دینی و کلتوری افغانستان و مفکوره افغانستان نداره، اگه این را قبول بکنیم به نظر من نوید بسیار خوبه به خود طالب و به خاطر حرکت به سوی یک زندگی و با مردم افغانستان است. بله آقای صبوری، حالا غرب به عنوان آقای دهزاد میگه که غرب غربی ها ناقضین حقوق بشر هستند، آقای روحانی هم اشاره داشت در مورد غزه و کشورهای دیگه، حالا چرا غربی ها که ناقضین حقوق بشرند داد از حقوق بشر در حال حاضر در افغانستان میزنند؟ ببینید، ما حقوق بشر اگر سه بود ارزیابی بکنیم، یکی بود ملی که بسیار اگر خوب است، اگر ما حقوق انسان ها و تساوی حقوق انسان در افغانستان تامین بکنیم و تمام مردم افغانستان با زبان های مختلف اقشار مختلف بسیار کپلنیک است و این میتونه که ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان تضمین کنه. بود دومی را اگر از ما از جانب سازمان ملل ببینیم که یکی از وظایف شمی است که تساوی حقوق انسان ها را در تمام جهانی و جامعه و ملکات چی کنه، ارتقا و پیشرفت کنه، به این یک گپ نیک است. ولی اگر ما از ابعاد کشورهای دیگه که حقوق بشر و یا دموکراسی و غیره را به صفت یک سیاست ابزاری متاسفانه که استفاده کرده و بسیاری ساختارهای ملت های مختلف از جمله لیبیا، سوریه، عراق ما ببینیم اینا از بین بردن و نهایتا اینا پس کدام ساختار نوره که او واقعا حقوق انسان ها را در اوجا تصمیم بکنه ایجاد نکردن و این ملت ها را به فلاکت بردن که افغانستان متاسفانه قربانی یکی از او شد. اگر از او بود ما ببینیم متاسفانه در ایجه کشورهای غربی دخیل است، کشورهای غربی اگر است اگر شرقی است. ولی شما فراموش نکنید، بیاین ما شما یک مثال از فامیل خود بتیم، برادرها هستیم، برادر بزرگ است، برادر کوچک است، اینا به خاطر وقتی که بزرگ میشن تامین منافعشان متفاوت میشه، اینا بالای یکی دیگه خود کوشش میکنن که تناقضات را مرتکب شوند. در سطح دنیا هم کشورهای بزرگ منافعشان بزرگتر است و اینا تناقضات را مرتکب میشن. ولی
کشورهایی که در سطح داخلی از به شکل کتلی و ملی با یک ثبات سیاسی رسیده باشه، اینا از این تناقضات کم آسیب پذیر میشن. ولی کشور تشکر همچون صدر صاحب. افغانستان که ملتش مفکوری ملی نداره و با ترکیب و ترکیب اجتماعیش کم متفاوتتر است، آسیب پذیری همچون کشورها بسیار زیاد است. سپاس صبوری صاحب. روحانی صاحب، چرا حاکمیت فعلی همواره متهم است به نقض حقوق بشری؟ در حال حاضر قبلا ما پرسش داشتم به عنوان ازی که در افغانستان حقوق بشری نقض شده یا خیر؟ در افغانستان ما گفتم بعد از داوود خان رژیم های سیاسی که یاد ما میاد همش حقوق بشری مردم افغانستان کم زیاد نقض کردن. حاکمیت فعلی فعلا آمدیم به امارت اسلامی. امارت اسلامی از طرف جامعه جهانی 100% زیر فشار قرار داره. تا فعلا شما میبینیم کدام کشور به رسمیت امارت اسلامی رو نشناخته. مگر امارت اسلامی از روز که آمد لاقل امنیت جنگی رو در افغانستان 85% تامین کرد. اگر کمک میشد، مثلا من میگم دوستا گفتن خداوند برکت بده ایشان، حقوق بشر یک وقت گفته که کار پیدا کنن، مگر قرآن عظیمشان 1400 سال پیش گفت به او پروردگار شما بندگی کنه که شما را در وقت خوف و زجر و مشکلات اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، در سوره قریش گفت. این اول مسئله نانش مطرح کرد که باید سی آدم نان بدی، باز بعد از او باز اهمیتشون باید از بگیری. در افغانستان فعلا امارت اسلامی از او روزی که جمهوریت داشت کوچه به کوچه مردم لچ میشد، همه روزه از خارجی و داخلی اختطاف میشد. روز بیست به گفته خود دکتر اشرف غدی روز 25 میلیون در جنگ مصرف میشد. روز حدودا 300 انسان ما و اکثرا جوان اینا کشته می شدن. از این بسیار گپا ما خلاص شدیم. فعلا اگر نظام سیاسی درست است، امارت اسلامی آمده یک حاکمیت را برقرار کرده، فعلا قانون اساسی نداره، شورا نداره، نظام به اصلاحات ضرورت داره. ما چندی بار از کلانای امارت اسلامی خواستیم که باید از همی اصلاحات بومی مطابق به نیاز جامعه افغانستان باید در افغانستان ما قانونمند بسازیم، رعایت کنیم، به مردم کار پیدا کنیم، زمینه تعلیم زن مرد در افغانستان باید از مساعد بسازیم، زمینه تعلیم پیشرفته را. ما یک کشور هستیم، ما را پروردگار متعال به مسلمان ها در سر نظام های سیاسیش امر میکنه، واجبش میسازه، وعدو لهم ما استطعتم من قوتن. قوت به این مفهوم نیست که تنها تفنگ نظامی و راکت بمب اتم باشه که ما بریم مثل کشورهای غولپیکر و رو بیاییم ملت اسرائیل فلسطین بکشیم. قوت به این مفهوم است که ما قوت اقتصادی، قوت عدالتی، قوت استخراج، قوت تولید و توانمندی از حاکمیت خود پیدا بکنیم. به می خاطر است، من نظرم به میست، ما نسخه های مختلف را در افغانستان پیش بردیم، این نسخه ها ما را به تباهی کشید. من یادم میاد سند سالم در اون وقت بزرگ شده بودم، از زمانی که نسخه هفت ثور در افغانستان آمد، نسخه خلاف میل خواهش و عقیده مردم افغانستان بود، باعث از این شد که در افغانستان 1.5 میلیون انسان به شهادت برسه و تمام قرا و قصبات افغانستان توسط روسا هموار شوه و بعد از او که شوروی ها شکست بخوره یک بی‌بندباری عمومی دیگه به وجود آمد که تنظیم ها بین خود زدن. بعد از تنظیم ها امارت اسلامی هم که آمد افغانستان مکمل ویران بود، خراب و چیز کار را نتانست. بعد از او که جمهوریت آمد، جمهوریت باز با یک نسخه لیبرال دموکراسی داخل صحنه شد. حال دوستا که میگن که همه فهم مثلا بین المللی داشتن و از علم و دانش و تکنولوژی جهانی با خبر بودن، اینا کسایی که در عرصه قدرت بودن از آقای کرزی گرفتگی تا وزرا اکثریتش امی دوستایی بودند که از غرب آمده بودن، نمایندگی از یک کشور میکردن، در ایج به نام تکنوکرات کار میکردن، در اثر فساد، کمکاری، تنبلی، بی‌بندباری شرایط طور ساختن که نظام سیاسی افغانستان در آخری تحلیل مردم علیش قیام کرد و شکست مواجه شد. حال میانیم سر مسئله حقوق بشری در افغانستان که امارت اسلامی کدام نقاط باید از مورد توجه قرار بده. یک، مردم افغانستان گرسنه است.
باید از به این گرسنه امارت اسلامی دولت است مسئولیت داره، باید نان پیدا کنه. مردم افغانستان زن و مرد به تعلیم ضرورت داره، امارت اسلامی مکلفیتش است که باید از بیتا زمینه تعلیم مشروع مساعد بسازه. مردم افغانستان همش یک ملت هستن، یک مردم هستن، کل اجدمی کشور زندگی میکنه، سرزمینش است، باید از به یک چشم شناخته شون. چاره می که نظام سیاسی در افغانستان به تخصص گرایی ضرورت داره، باید از امارت اسلامی خواهش معامی است که بره به طرف تخصص گرایی و شایسته سالاری. این کل مشکل ما باید از طریق بومی هم حل کنیم و عضو بسیار فعال خانواده جهانی باشیم. روحانی صاحب که چی باید شود؟ تشکر. آقای دهزاد، حالا تا چه زمان افغانستان متهم خواهد بود که نقض حقوق بشری در اینجا جریان دارد؟ سوال بسیار خوب است. تا زمانی که جرائم تداوم پیدا میکنه، تا زمانی که جرائم ضد حقوق بشری، جرائم ضد بشریت، جرائم جنگی تداوم پیدا بکنه، مسئولیت شهروند از لحاظ فکر، آزادی بیان و مسئولیت خانواده در داخل نظام خانوادگیش تأمین نشه، ای امنیت طبعا که چیزای مثبت که هست از این چشم پوشی کردن کار درست نیست، معقول نیست، عاقلانه نیست و او آدم باید حرمت بگذاره. اما ضرورت جامعه افغانستان بسیار وسیع‌تر از این است که ما بر مردم افغانستان اول در فکر نان شویم. مردم افغانستان ببینین، همونطور که در 45 سال مردم افغانستان در دوره های مختلف قربانی جرایم شدید جنگی و ضد بشری و ضد بشریت شدن، زندگی شدن در انسان ها در جنگ صدها هزارها موارد است که اینا لست هستن، وجود دارن. اما فعلا حرف ما سر امروز و آینده وطن خود ما، مردم خود ماست، صرف نظر از این که جامعه جهانی چی میگه، افغانستان جزء جامعه جهانی باید شود و جز بدون رابط وسیع اجتماعی اقتصادی بین المللی با جامعه جهانی، روند انکشاف جامعه افغانستان که یک حق مردم افغانستان است، ای با کرنش با پرابلم مواجه می شود مثل که تا به حال شده. مردم افغانستان، حکومت طالبا در مورد، ما نمیگیم که تاکید کنیم حق بشر کنوانسیون نه، آنچه برای مردم خود ما ضرورت می دانیم ای است که انسان جامعه افغانستان بدون ترس خوف، بدون ترس از این که فردا دستگیر می شه، بدون از این که فردا با سوته و با کیبل لطکوب در محضر عام می شه، بدون از این که انسان جامعه افغانستان در تاکسی توسط ترافیک گفته شود که چپاتکاریت می کنم، سیاست زور سیاست معقول نیست و تداوم ندارد. مردم افغانستان واقعا که به آرامش روانی به یک اطمینان اشارات را که خیلی خوب آقای دهزاد اشارات را که آقای روحانی داشت در زمان گذشته، حالا جمهوریت که نقض حقوق بشری به گفته آقای روحانی که حالا کشته می شدن به عنوان از سرقت‌های مسلحانه وجود داشتن و موارد دیگه، ولی جهان به عنوان نقض حقوق بشری یاد نمی کرد همین موارد. حالا که خود سازمان ملل ادعا داره که حالا امنیت وضعیت بهبود پیدا کرده از لحاظ امنیتی، ولی نقض حقوق بشری را اونها متهم میکنه حکومت سرپرست را. چرا؟ ما بسیار موارده که در جریان حکومت جمهوریت وجود داشت، جریان داشتن، ما قطعا اونا را نه تنها که تایید نمیکنم بلکه در تقابل با اونا قرار دارم، ارزیابی میکنم، ولی چیز دیگه است. حکومت جمهوریت در وجود فساد، تجاران زبان، زور که پارلمان در دست داشتن و همچنان یک تعداد تکنوکرات هایی که اونا تعلقات مختلف و سوال برانگیز داشتن در افغانستان آمدن، ما تعداد اعضای پارلمان را سراغ داریم که روز چند بار نماز میخوانند، جای نماز در پارلمان و در دفتر کنه کرده بودند، ولی لخکی دروازه سفارت امریکا را هم کنه کرده بودند، سکه صوبکی وقت بعد از نماز در اوج میرفتند. این فساد با سیستم به وجود آمد، متاسفانه با سیستم امریکایی. اما با آن هم یک
بزرگترین دستاورد حکومت موجودیت یک قانون بسیار خوبه که تمام جهات از او هم از لحاظ اسلامی قابل رد نیست، هم از لحاظ توافقاتی که در رأس جهان از کنوانسیون‌های بین‌المللی و هم پروسه های حقوقی و عدلی که وجود داشت، تشکر. اینا وجود داشتن اما ای که درست تطبیق نمی شدن، اینا مربوط می شد طبعا که با حکومتی که غرق در فساد و در نمایلات تمایلات قومی و زبانی غرق بودن متاسفانه. سپاس آقای دهزاد. آقای صبوری، حالا تعبیض سیستماتیک یاد شده در مورد حکومت سرپرست و همچنان حاکمیت فعلی، چقدر متحد است برای حقوق بشر در افغانستان؟ الان که همواره تاکیدش برای حقوق بشر همی است که تأمین شده، بخصوص برای زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی. من قسمی که قبلا به شما ذکر کردم تبعیض سیستماتیک، معنایش به معنای ازی است که به شما یک مثال دادم که اخراج اجباری یک قشر خاص که اونا باید مجبور شوند، مثلا اونا دستگیر میشن از جای مختلف میبرن به یک اداره که اداره هیچ نامعلوم از کدام اداره بود، به اتاق سیاه نگه داشتن میشن و بعد از اون به اونا یک روب ترس انتقال میشه که باید وطن الهی بتن. و این خودش یک دستور برای طالبان است، به خاطر که اونا صدای رسا هستند که میتونن در آینده کارکردهای دولت بسیار خوب زیر ذره بین داشته باشن و او را منعکس بسازن. به این خاطر باید یک شعار برای خودش تبعیض سیستماتیک است. و یا اگر ما تبعیضهای دیگه سیستماتیک مثال های زیاد شده داریم که خود طالبان از ما که زیادتر میفهمند چون ها مرتکب تبعیض میشن. و آمدیم سر حقوق زن، ما قبلا هم تکرار کردم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که در شریعت اسلام برای زن چی نقش شده شده. زن اول خطاب شده به صفت یک انس، و شما ببینید که شورای اسلامی مختلف ما داریم که اونا هم به تاسیس شریعت اسلام بزن حق راندگی دارن، حق تحصیل دارن، حق کسب کار دارن، حق عایدات دارن و حقوق بسیار زیاد دیگه دارن. توقعی بود که اگر طالب کدام مفکوری دیگه اسلامی داشت از دیگه شورا متفاوتر، حداقل معرفی میکرد، تشریح میکرد، تفهیم میکرد بین ملت، تا حداقل بر زنای افغانستان و با مردم افغانستان به همگی به ما روشن می بود که خب زن ما یا دختر ما در افغانستان اینی حقوق داره، فلان تعریف شده و بساس اینی من مجبور هستم یا قناعت بکنم و یا یکی سر طالب انتقاد بگیرم و مجبور بسازم با ما دیالوگ بکنه و نهایتا حق زن و یا دختر ما را بتن. ولی فلان ما یک در یک حالت یک حق زن از نظر تعریف ناشده هستک در مفکوره طالبانی، و تنها موضوعات زنی که مطرح میشه توسط طالبان ای به صفت یک ابزار فشار بر علیه جامعه مدنی به خاطر به رسمیت شناختن خود متاسفانه که استفاده میشه، و ما بیشتر از این که ای به صفت یک ابزاری و یک ابزار فشار استفاده شده چیزی من نمیدونم. خیلی خوب، در مورد مسئولیت که حالا یونما گفته که مسئولیت حکومت سرپرست در قبال شهروندا که حالا حقوق را برشان تأمین بکنه، در قسمت متحد بودنشان و همچنان حالا تا چه زمان انتقادهای داخلی و بیرونی حالا جریان خواهد داشت در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان و چه گامهای برداشته شود تا حالا بیرون شود از این اتهامات؟ ببینیم تا چه وقت دوام میکنه. یک آیت است در سوره واقعه سپاری 28 میگه این اکرمکم عند الله یتقاکم، میگه ما شما را از یک انس اقوام مختلف به خاطر معرفت شما را پیدا کردیم، ولی نهایتا این اکرمکم عند الله یتقاکم عزت پیش خدا اون کسی داره که تقوا. هر وقتی که ایمان واقعی طالب بالای این آیت آمد و با آیات های مختلف دیگه ای که موجود است، یعنی به معنی ازی که اگر خود به صفت یک انسان عادی و دیگه انسان متفاوت فکر نکنه، اگر آقای مجاهد از دیگه انسان خود متفاوت فکر نکنه، اگر آقای متوکل، آقای برادر و دیگه همه طالب ها، و بدانم که ما انسان‌های مساوی اینمی جامعه هستیم، از اینا هیچ برتری نداریم، چرا بالای از اینا ظلم بکنیم، ستم بکنیم، استنتاق بکنیم فراقانی، چرا اینا را در حاکمیت نقش داریم، چرا از اینا بهترین انسانایی که میتونن افغانستان از این آقای صبوری، حالا شما اشاره داشتین قبلا که به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه موضوع حقوق بشری را در افغانستان و در جاهای دیگه، حالا اگر ابزار سیاسی به گونه استفاده شود در حال حاضر در افغانستان، فکر نمیکنین که چنین نیست؟ ببینین جهان خو در سیاست خارجیش به خاطر از این که امریکا بتانه که قدرت خود توسعه بده در مناطق مختلف، سه اصل اساسی داشتن که دموکراسی بود، حقوق بشر بود و بخصوص فلان حقوق زن است که اینا حتی یک سیاست خارجی فمینیستی یاد میکنن و اونا بالا از این انوست میکنن، این به حسابی تضمین دفاع از تمام منافع سیاسی و اقتصادیش در آینده است.
ولی سوال دیگه است که ما ملت افغانستان و حاکم فعلی چگونه میتونیم از این آسیب پذیری خود دور بسازیم؟ ما وقت میتونیم که به شکل ملی و به شکل بومی قسم که آقای روحانی گفتک چرا حقوق انسان ها را نفیم؟ پایی که بهانه برای جمعه پیدا سپاس. نشه؟ ممنون آقای صبوری. آقای روحانی، حالا چه زمان حقوق بشر تامین خواهد شد در افغانستان؟ خب ما نمیگیم که 100% گفته باشیم که در افغانستان حقوق بشر نقض میشه. یک چیز ما باید در نظر بگیریم، وقتی که ما میگیم افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام سیاسی هم خود مقید به اسلام میکنه، اسلام احکامش از دیدگاه ضروریات خمسه روی چند چیز تمرکز داره: حفظ عقل انسان، حفظ دین انسان، آبروی انسان، مال انسان، حیات انسان. و این چیزها چیزهای عمده است که باید از در نظر گرفته شود. حالا به امیج بریم، امارت اسلامی آیا بشر شکلی که هنجارهای غربی ایجاب میکنه از حقوق بشر یک تعریف یا قرائت از خودش داره به مو شکل پیش میتونه بره یا نه؟ ما سه بخش حقوق بشری داریم. یک بخشی را که ملل متحد اعلان کرده حقوق بشر در سی ماده است. یک بخش را که حقوق بشر اروپایی میگن اروپا اعلان کرده. یک بخش دیگه حقوق بشر یا حقوق انسان است که سازمان کنفرانس اسلامی بوره تدوین کرده آماده کرده. بین از این حقوق بشرها تفاوت بسیار کلی موجود نیست. در مواد در مواد از اینا اتر همسویی بسیار نزدیک است در اکثر مواد. در بعض جاها این مواد اروپایی و سازمان ملل متحد با شریعت اسلامی در تقابل قرار دارد. این از نظر حقوقی او کسایی که حقوق بین الملل نوشته می کردن نسبت به ما در حقوق بسیار مردمای توانمند بودند. دوجا به کشورها حق شرط قائل شدند. اتنه که تنها به ما قائل شدند، به مسلمان ها، به هندو هم قائل شدند، به اسرائیلی هم قائل شدند، به مسیح هم قائل شدند. وقتی که جاهایی که هنجارهای یک ملت بخواید این قوانین نقض کنه، در اینجا حق شرط بخشش قبول کرده. ما هم نظر ما میست که مواد حقوق بشر یا حقوق انسان، ما به خاطر که انسان هستیم، مردم ما انسان است، دولت ما میخوای به انسان خدمت کنه، این تمامش قبول داریم، بجز از اینکه در تقابل با شریعت اسلامی قرار داشته باشه. اویشی که در تقابل با شریعت اسلامی قرار داره، اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود و کرسی سازمان ملل متحد به حق افغانستان به امارت داده شود، باید به شکل مشروط این حقوق بشر امارت اسلامی هم قبول کنه. در جاهایی که با شریعت در تقابل داره، حق شرط خود مثل دیگه کشورهای اسلامی باید از بگذارن. نموجه فعلا سازمان ملل در سیاست جهانی روز به روز ما شما میبینیم ماهیت خود عدس داده میره. دیروز نماینده روسیه آی سی سی یا محکمه کیفری بین المللی را گفت ای یک محکمه فاسد است، گفت به نفع ایچی کار میکنه، به نفع غربی کار میکنه. ای به این مفهوم است که فعلا در خود سازمان ملل متحد عدالت برقرار نیست. ما شما دیدیم مردم غزه تنها 7000 طفل شهید شده بوده. مگم دیروز قطعنامه را کی ویتو کرد؟ آمریکا. ما 50 و چند کشور اسلامی هستیم، حدودا 2 میلیارد مسلمان هستیم. ما در سازمان ملل حق ویتو نداریم. مگم فرانسه داره، بریتانیا داره، آمریکا داره، روس داره، چین داره. چرا یک با این گستردگی یک اومد و تمام منابع انسانی هم در خدمتش و جنگ در خاورمیانه روز کلیگی میفهمه که نه روی عقیده است نه روی چیز دیگه، فقط به خاطر تصرف سرزمین است و به خاطر بردن انرژی قدرت های بزرگ از این منطقه. ما چرا بیاییم با تفسیر لیبرال دموکراسی بخواییم که انجارهای یک امت یک ملت تحت سوال ببریم؟ ما به می خاطر میگیم عدالت وقت در افغانستان درست تامین میشه که ما به شکل بومی نظام سیاسی را تعریف کنیم. حق و حقوق مردم افغانستان در چوکات شریعت اسلامی شناسایی کنیم. کم گپ ما بعد از اون ما عضو فعال خانواده جهانی باشیم تا که ما از حاکمیت خود دفاع کرده بتانیم و در سطح بین الملل در تعاملات شریک باشیم. تشکر روحانی صاحب. در جنبندی برمیگردیم.
آقای بهزاد بسر جنبندی میکنیم به عنوان راه حل چه باید شود؟ من نخست میخوام که اگه حرف را بزنم که امروز 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا کنوانسیون سال 1948 ملل متحد است. متاسفانه در اوضاع و احوال کنونی بین المللی و من جمله افغانستان بحران حقوق بشر، بحران نقض حقوق بشر روان سیار بر جامعه جهانی و بر مردم افغانستان چیره کرده. اما آنچه که باید صورت بگیره، ببینین ما اگر از سطح گفته های عامیانه بگذاریم، ما به طرف مسائل بسیار تخصصی و علمی بریم، ایجاب میکنه که از طریق شما یا کانال های رسانه‌ای بحث عمده با وجود بیاید بین اساسات که در قوانین بین المللی کنونسیون ژنو مطرح است، کنونسیون سال 1948 فرانسه مطرح است، بحث با وجود بیاید که تا معلوم شود که چقدر تفاوت و دیدگاه های بین ایدئولوژی طالبانیزم و مسائل حقوق انسان و حق طبیعی انسان در افغانستان مطرح است. این یک مسئله بسیار عمده است که باید مطرح شود. دومی که ما سر مسائل بین‌المللی هم تاکید میکنیم، اما هدف ما راه‌های حل بر جامعه افغانستان، بر مردم افغانستان از امروز و فردا هاست. ایجاد اطمینان روانی و مسئولیتی بر مردم افغانستان است. ایجاد یک زندگی قانونیزه که از طرف قوانین فرعی و قانون اساسی همش تنظیم شود. تمام از اینا در اسناد بسیار عمده و اساسی انجمن سراسری کودان افغانستان که تا سطح سرمیز ملل متحد رسیدن. ما به ارزش های بزرگ ملی خود که مسئله احترام به انسان، احترام به ارزش های فرهنگی، احترام به زبان، به مناسبات قومی است بنا تمکین بکنیم. متاسفانه که ما ایره فعلا در روال و روان طالبا یک چیز بسیار بعید میدانیم با کمال تاسف. آقای صبوری راه حل چه است؟ اگر قرار باشه ما بالای راه حل پیرامون موضوع حقوق بشر صحبت بکنیم، بین که ما شما از انتقادات پشت میکروفون و مطبوعات بگذاریم، طالبا پیشنهاد بکنه با سازمان ملل که یک هیئت مرکب از کشورهای اسلامی، سازمان ملل، نماینده طالبا و جامعه مدنی افغانستان تشکیل شوند، یک بررسی بسیار عمومی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت بررسی صورت بگیره و این با طالب افهام و تفهیم شد و نهایتا طالب اگر تقصیر بود تقصیر خود بپذیره و متحد بر رعایت حقوق بشر در افغانستان شود. و اگر رعایت نشه همواره متهم شود افغانستان، فکر میکنین که پیامد چی خواهد بود؟ من فکر میکنم که خود ما افغانستان بدون از او هم به یک آینده خوب، به طرف یک آینده خوب روان نیست. ما ترس از این میده که افغانستان به یک بحران بسیار، تنها افغانستان نیست بلکه منطقه به صورت عموم به یک بحران بسیار عظیم و بیشتر از یک دهه بره و طالب در پهلوی دیگه مشکلاتی که با جامعه جهانی داره یک بهانه هم حقوق بشر میشه که به احتمال زیاد مورد انتقاد بسیار شدید قرار بگیره و زیر فشار بسیار شدید قرار خواهد گرفت. سپاس صبوری صاحب. روحانی صاحب رای حل. ما با تایید گپ دوستا رای حل یک اصلاحات میدانم که جامعه افغانستان داخلی تحلیل ببره به سعادت. یک، باید از ما قانون اساسی داشته باشیم که زندگی سیاسی ما باید نقشش معلوم باشه. دو، شورای مقتدر ملی باید از ما داشته باشیم. سه، نظام سیاسی ما نظام سیاسی شورای سالار باشه. نان و امنیت باید از برای مردم تامین کنیم، بیشتر تامین کنیم. تعاملات در عرصه سیاست خارجی ما باید از دراستای منافع اولیای افغانستان عزیز باشه. ما امی تعریف ما از افغانستان است و به می عزت و سربلندی افغانستان می خواهیم و حاکمیت زیر تحت لوای اسلام عزیز می خواهیم. خدا کنیم که ما اسلام سلیقه‌ای تعریف نکنیم. اسلام خودش معیار است، عملکرد تمام انسان ها چی به امارت باشه چی بیرون از امارت باشه مطابق به معیار قابل سنجش است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم برتری را
تفاوت پروردگار در می قائل شده که انسان ها کلش انسان هستند، مگر یک برتری که انسان های مسلمان دارند که تقواشان است. هر کس در بین ما با تقوا تر است، امو انسان خوبتر است، انسان بهتر است و خدمتگزارتر خواهد بود. سپاسگزارم از مهمانانم در این دست، آقایان هر یک بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، عبدالشکور صبوری رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی های افغانستان و شیراقا روحانی استاد دانشگاه، از زورتان و برنامه و از شما بیننده ها نیز سپاس که برنامه آخر خط را بیننده بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.